کنار یکی از بازدید کنندگان خارجی قرار داریم. نه شو ها جو شی این وی و نا تین شو جی بین دا گای کنن یو 80% نمایشگاه برگزار شد و خوشبختانه از این نمایشگاه ما به تعداد 500 و بیشتر از 500 بازدید کننده داشتیم که بازدید کننده های داخلی بودن و بعضی بازدید کننده های خارجی هم داشتیم که از طرف اینا بسیار تشویق و تقدیر شدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد پروردگار بی‌نهایت مهربان و با عرض سلام و درود خدمت همه شما هموطنان عزیزم، انشاءالله هر کجایی که هستن خوب و صحتمند باشن. باز هم کوثر مصباح با یک دیگر از برنامه‌های گوشه زندگی در خدمت شما عزیزان دل هستیم. امروز قرار هست برنامه را متفاوت‌تر تقدیم نگاه‌های شما عزیزان بکنیم. شما خوبانی که برنامه خودتان گوشه زندگی را از پژواک بیننده هستین، امروز آمدم در یکی از نمایشگاه ها در غرب کابل که نمایشگاه نقاشی و کتاب تحت عنوان آرزو برگزار شده که دختر خانوما و همچنان پسرها آمدن در اینجا اثرهای هنریشان را به نمایش گذاشتند. حالا ببینیم که این اثرهای هنریشان دقیقا چه چیزها هست، چقدر زحمت کشتن. این نمایشگاه برای چند روز راه اندازی شده که هموطنان ما میتونن بیاین از این نمایشگاه دیدن بکنن. پس ما را همراهی بکنین و با ما همراه باشید. دوستان، همطوری که ما هم در حال دید و بازدید از این نمایشگاه هستیم و دختر خانمای عزیزی آمدن در این نمایشگاه و دیدن میکنن، همینجا یک دختر خانمی را میافتیم که در حال دیدن یک تابلوی بسیار زیبا هست. سلام و وقتت بخیر عزیزم. سلام خدا، سلام فرزانه فیضی هستم، متولد سال 80. دیگر ما اینجا آمدیم دیدن نمایشگاه رسا نقاشی، بسیار دوست دارم بخاطر که چطور مثلا میدونه اما انسان میتونه با یک انگشت خود یک تصویر بسازه، جور بکنه دیگه. و بسیار نقاشی خوش داشتم ولی خودم هم کوشش میکنم خیلی بعد از زیبا شروع کنم. میشه بسیار عالی. امروز که روز سوم این نمایشگاه هست و خودت چند دقیقه میشه که رسیدی در این نمایشگاه و بیشتر کدام تصاویرها را خودت خوشت آمده که ببینی بکشی و علاقه مندی شدی که خودت هم هنر نقاشی را آغاز بکنی؟ ما اینجا که آمدیم یک و نیم ساعت قدر میشه که آمدیم، ما جا تازی نقاشی نازی نقش ما آمده. بله بله، از این نقاشی خوش ما آمده، از این نقاشی خیلی نقاشی قشنگ است دیگه، باز کل نقاشی شیه کشیده بود خوش دارم. به نظر خودت این نقاشی را دختر خانم میکشیده باشه یا آقا پسری؟ به نظر من دختر خانم کشیده باشه. بله بسیار عالی. خودت هم دید و بازدید داشته باش از نمایشگاه و انشالله که بعد از این خودت هم هنر نقاشی را شروع بکنی. انشالله. تشکر، زنده باشی. سلامت باشی. بله دوستا، در اینجا هم دوستا کتاب هایی هم به نمایش گذاشته شدن، کتاب های فوق العاده زیبا که هر کدام ما مطمئنا در زندگی ما علاقمند به مطالعه کردن هستیم و چقدر خوب هست که این کتاب ها را مطالعه بکنیم. یکی از کتاب هایی که بسیار دوستا برای من خوشایند بود و زیبا بود و خواستم حتما مطالعش بکنم، کتاب طرز فکر هست که یک کتاب فوق‌العاده زیبا هست. انشالله که همه شما خوبان هم مطالعه کردن را جزی از فعالیت‌های روزمره تان قرار بتین. همونطور که میگم ملتی که کتاب نمیخونه باید تمام تاریخ را تکرار بکنه. در ادامه برنامه ما را فراموش نکنید. سلام و وقتتان بخیر. سلام، وقت شما بخیر. خوب هستین؟ بخیر، تشکر. ممنونتان. نامتان؟ روح الله. روح الله عزیز،
کدام کتاب را خوشت آمده و امروز که آمدی دیدن کردی از این نمایشگاه، نمایشگاه برای خودت چگونه بوده؟ والا خیلی عالیه، من خودم خیلی مشتاق از این بودم که با این از نمایشگاه دیدن کنم و خصوصا در کنار از این که تابلوهای واقعا عالی را استاد از ما در اشتراک گذاشتن و این کتابایش واقعا عالیه برای کسی که واقعا شوق مطالعه را داره، میخواه مطالعه کنه، این خیلی عالیه. و خودم امروز از کتاب طرز فکر خیلی خوشمم ده، ای را خواستم که یک مطالعه کنم که چی رقم است. برار هست که کتاب را بخری، درست؟ آره. خودت چقدر مطالعه میکنی؟ من خودم از این پیش اوقدر مطالعه نمیکردم، من تقریبا دو ماه میشه در می مدت دو ماه یک دو سه کتاب خواندم و خیلی به خواندن کتاب حال شوق دارم. خیلی خوشحالم. انشالله موفق باشی و بتانی همی کتاب را هم به خیر و خوشی به اتمام برسانی و برای خودت مفید واقع شو. انشالله. انشالله. تشکر. سلام. سلامت باشی. تشکر. هموطنان عزیز با شما هستیم و در کنار یکی از بازدید کنندگان خارجی قرار داریم که آمدن و از این نمایشگاه دیدن کردن و تابلوهایی را هم خریدن و خواستیم با خودشان بیشتر صحبت بکنیم که حالا چه انگیزه باعث شدن که این تابلوها را و در این تابلوها دقیقاً چه ویژگی بوده که ایشان خریداری کردن. سلام و وقتتان بخیر. نگنا شو ها جو شی این وی وو نا تینگ شو جی بین داگای کنن یو 80% د نو هار جین تین هوا وان هوا ای هو زای جی بین جو بان هوا زان ما سو ای شو جو لای جی بین کان نا زای کان داو یو زمو دو هوا ار جی هوا د یو تبی هاو یو ننگ گو زان لو چو آلفا نو 的这个个人的想法 或者说对于自由的想法 所以说我才把这些话买 میگم خبر شدم که اینجا یک نمایشگاه نقاشی است. من آمدم که دیدم تقریبا 90% اینجا دختر خانم هاست. دیگه از این نمایشگاه من دیدن کردم که دیدم واقعا بعضی کاراشون خیلی مقبول است، از او خود دیدم چند دونه را خریدم. بله بسیار عالی. برشان بگوین که دقیقا در همین تابلوی که در نزد خودشان هست چه ویژگی در این تابلو دیدن اینا و چه ظرافت هایی را اینا متوجه شدن که خواستن این تابلو را خریداری بکنن؟ تاشو بیرون شما جیگه نی زیگه کندو شما نیوی شما چی خوان جیفو画儿按画的买的这幅画哈是一个男生画的我看到这幅画其实画的是非常好的而且说有关于阿凡的文化这只是一方面而是刚刚我问了画这幅画的男孩他是怎么看待就是阿凡女人应该工作还是应该在家里面他说的是应该走出去所以我就买了这幅画那个一个是那个那个是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 
گفته که برای دختر خانوما چون فعلا مکاتب بسته است نه، از او خاطر گفته میتونه که مکتب بسته است و میتونه که نقاشی کنه. از او خاطر میگم گپش خوش اومد خریدم. ان شاء الله که موفق باشین. خیلی تشکر که بر ما وقتتان را دادین. ثانک یو. گذاشتین. اوکی تشکر. سلامت باشین. تان بخیر. سلام. تا شو شازن گنی جات تجاوبیش. نه. نه. اگر خودتان معرفی کنن که از کدام کشور آمدین. نی لای ز جیشویش. نیش لای ز ناریا جوشمینز. وجا هانچین. و لای ز چونگو. راهو و داو افغان یو 1 نیلا. من نام و هانچین گسا. من از کشور چین آمدم. در افغانستان حدود 1 سال میشه که هستم. بسیار عالی. از کدام شهرش؟ جنگو نایشان، نایشان شد. سینجان. از سینکیانگ. بسیار عالی. امروز که آمدین در این نمایشگاه، بر شما چه جذابیتی داشته و به چه هدف آمدین اصلا از این نمایشگاه خواستن دیدن بکنین؟ تا شو نیلای چگه خواجن، یو شما بیا.
是这样的，就是我是受朋友邀请来到这个一个画展，因为他告诉我说这里会有很多女孩子或者男孩子学生在这边作画。就是在我的印象中，阿富汗是很少见到这种，因为可能阿富汗经历了很多年的一个混乱，一个战争的时间，但是我没有想到他们还会有这样一个画展，所以说我很好奇这是一个什么样的地方，所以说我就过来看一看。خب مگه این مکان یکی از جوسایم بس من معرفی کرده بود ما اولا اینکه اصلا فکر نمی کنم در نظر از من اصلا فکر نمی کنم که افغانستان چنین جایی داشته باشه که این دخترها و پسرها بیتنن بین با هم درس بخونن نقاشی کنن و می خود یک وقتی که دوستیم به من گفت من یکی کنجکاو شدم اما دوم یک دفعه ببینم که چطور است بسیار عالی کدام نوع نقاشی برتان بسیار جالب بوده جذاب بوده خوشایند بوده لذت بردین از دیدنشان他说：“在这个画展有没有你很喜欢的一种画展画画？”啊，其实我蛮喜欢的画有很多。其实我对就是昨天介绍的这幅画，我还是印象蛮深刻的，因为我从这幅画里面不仅看到了就是对于他本身想表达出这个意思，或许我在这个里面看到了一些阿富汗曾经经受的一些苦难。一些限制，一些困难，但是好像里面又包含着希望，对不起，就是在这种困难和泥泞之中饱含的希望，是我非常愿意看到的东西。خب مگه داخل از این نمایشگاه نقاشی های خیلی زیادی بود که ما در زوال خمان بودم ولی بیشتر از همه دنزی نقاشی مگه دلیل از چی هم این بنوی که مثلا بیان نمونه که دختر افغان تانه زیر در پرواز کنه ولی فعلا من شده یعنی محدود شده ولی همیشه این نقاشی در هم در پهلوی از یکی بگیم با وجود که محدود شده ولی یک احساس امید بیان نمونه که هنوزم امیدی است از خاطر مگه از این نقاشی خیلی علاقه مند انشاءالله تشکر از شما سلامت باشین و ممنون تک تک شما خوبان که ما را همراهی کردین جهان سپاس از تک تک شما خوبان که ما را همراهی کردن در یکی دیگر از برنامه های گوشه زندگی ای بود برنامه ای هفته ما که تقدیم شما خوبان کردیم و امیدوار هستم برای تک تک شما عزیزان مفید واقع شده باشه تا برنامه بعدی خدا نگهدار آژانس خبری پژواک انعکاس دهنده حقایق